اومدن همبستگی کردن با این اکسیون، با این اعتراض همبستگی کردن با خلق ستم دیده و رانده از سرزمین خیش فلسطینی علیه نتانیاهوی جنایتکار، صهیونیسم اشغالگر و نقض کننده حقوق بشر. Cease fire now. Cease fire now. Related to allegations of acts within the scope of Article 2 of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. To that end, the states of Israel shall not act to deny or otherwise restrict access by fact-finding missions, international mandates and other bodies to Gaza to assist in ensuring the preservation and retention of said evidence. Number 8, the State of Israel shall submit a report to the court on all measures taken to give effect to this order within 1 week, as from the date of this order, and thereafter at such regular intervals as the court shall order, until a final decision on the case is rendered by the court, and that such reports shall be punished by published by the court. I beg your pardon. رفیق حماد شیبانی، درود بر شما. درود بر تنفیر عزیز. همگان میدانن که شما انس و الفت دیرینهی با خلق ستمکش فلسطین دارید. امروز شنیدیم که از پاریس کوبیدید اومدید اینجا در دنهاخ کنار دادگاه کیفری لاهه برای محکومیت صهیونیسم جنایتکار که داره نسل‌کشی میکنه در غزه. لطفا توضیح بدید جریان از چه قراره. ببینید اون چی که خیلی مهمه و قبل از هر چیز باید روش تاکید کردیم که اسرائیل سال 1948 وقتی که دولت اسرائیل تشکیل شد اصرار کرد و همه رو وادار کرد که یک دادگاه تریبونال برای جریان نسل‌کشی به وجود بیاد در دنیا و این تریبونال به رسمیت شناخته شد و اسرائیل یکی از اولین کشورهایی که امضا کرده درباره مسئله نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت. منتها بلا فاصله بعدش از وقتی که خودش حکومتش مستقر کرده و تجاوز کرده به حقوق مردم فلسطین، همواره از زیر تمام قرارها و مصوبات بین المللی فرار کرده. اسرائیل مثل یک قاتل فراری بوده و تازه دستگیر شده و با این دادگاه برای اولین بار تو تاریخ مبارزات مردم فلسطین برای افشای جنایت‌های رژیم جنایتکار اسرائیل دادگاهی حاضر شده بر اساس شکایتی که آفریقای جنوبی تقدیمش کرده. اسرائیل رو بکشه توی دادگاه و اسرائیلی به این دلیل که خودش امضا کننده هست مجبور شده با توهم این که این جنایت ها رو بنان دفاع خودش و موجودیت مردم یهود داره انجام میشه قبول کرده که بیاد، ولی کور خونده اسناد 90 صفحه ده ها هزار مورد وجود داره که مبنی بر این هست که اسرائیل جنایت علیه بشریت و زیر این بار نمیتونه بره. امروز و فردا دو روز تاریخی در تاریخ حقوق بشر هست. زنده باشه. زنده باشه. این مراسم به هم شرکت میکنم و این برای اولین باره که بعد از سالها من احساس شادی میکنم. زنده باد فلسطین. درود بر تو. امیدواریم که این دادگاه به نتیجه برسه. بیشتر با هم صحبت میکنیم. حتما میرسه. این تظاهرات رو کنیم داده الان تشکیل شده. بله.
سلام به شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری. دادگاه عالی سازمان ملل روز پنجشنبه جلسات دادرسی رو درباره ادعای آفریقای جنوبی مبنی بر نسل‌کشی فلسطینی‌ها توسط اسرائیل رو آغاز کرده. آفریقای جنوبی از دادگاه بین‌المللی لایحه خواسته که دستور تعلیق فوری حمله نظامی اسرائیل به نوار غزه رو به عنوان بخشی از پرونده‌ای که احتمالاً سالها طول می‌کشه رو صادر کنه. به گفته ناظران شکایت آفریقای جنوبی به اسرائیل، کشوری که از نسل‌کشی نازی‌ها در هولوکاست ایجاد شده، یک ضربه شدیدی به اسرائیل و سیاست‌های اون می‌زنه. اهمیت این شکایت توسط آفریقای جنوبی از این نظر که خود این کشور قربانی آپارتاید بوده و حزب کنگره ملی آفریقا مدت هاست سیاست های اسرائیل در غزه و کرانه باختری رو با تاریخ خودش تحت رژیم آپارتاید اقلیت سفیدپوست مقایسه میکنه. دادگاه لاهه که در مورد اختلافات بین ملت ها حکم میکنه و دولت ها، در واقع هرگز کشوری رو مسئول نسل‌کشی تشخیص نداده. نزدیکترین مورد در سال 2007 اتفاق افتاده که سربستان در قتل عام بیش از 8000 مسلمان در منطقه سربینستای بوسنیا در برابر این دادگاه قرار گرفت. میانمار و روسیه دیگر کشورهایی هستند که به این اتهام ها به اونها وارد شده. آفریقای جنوبی در این دادگاه امروز سندی مفصل و 84 صفحه‌ای رو به دادگاه ارائه کرده که در اون گفته که شده که چرا اسرائیل در غزه نسل‌کشی میکنه. این پرونده بر اساس کنوانسیون نسل‌کشی که در سال 1948 بعد از جنگ دوم و قتل عام 6 میلیون یهودی در هولوکاست تشکیل شد تنظیم شده و اسرائیل و آفریقای جنوبی هر دوشون امضا کننده این بیانیه هستند. توی این دادگاه در این حال ما شاهد بودیم که بیش از 1000 حزب سیاسی و اتحادیه کارگری به پشتیبانی از شکایت آفریقای جنوبی علیه نسل‌کشی بیانیه دادن و گفتند که اقدامات اسرائیل ویژگی‌های نسل‌کشی رو داره که چون با هدف نابود کردن بخش عظیمی از فلسطینیان در غزه انجام میشه و اقداماتشون مصداق نسل‌کشی. در این حال 1000 جنبش مردمی و احزاب سیاسی و اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌ها که از سراسر جهان هستن اقدامات آفریقای جنوبی رو مورد حمایت قرار دادن در این رابطه و تاکید کردند که این دادگاه دیوان بین‌المللی دادگستری که دادگاه جهانی نابود در واقع نابود میشه، این شکایت قوی و مستدلی رو اعلام کرده که جنایات جنگی، اقدامات نسل‌کشی علیه فلسطینیان و کارهایی که نیروهای اشغالگر اسرائیل از 7 اکتبر 2023 تا الان علیه بیمارستان‌ها، اقامتگاه‌ها، مراکز پناهندگان سازمان ملل، مدارس، عبادتگاه ها و راه های فرار رو بمباران کرده و ده ها هزار فلسطینی رو کشته، زخمی کرده و بیش از نیمی از کشته شدگان زن و کودکن. در این رابطه با رفقا حماد شیبانی و جعفر امیری صحبت میکنیم که الان با حماد هستیم. درود بر تو حماد جان. من با درود به بینندگان تلویزیون برابری، واقعا بهت بگم که امروز برای من یک روز تاریخی و فراموش نشدنی بود. شما تصورش بکنید، تمام این 50 و خورده سالی که من از نزدیک با مسئله فلسطین درگیر هستم و به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های من در کنار دغدغه همیشگیم در مورد سرنوشت جنبش ایران به سرنوشت این جنبش نگاه میکنم، روزی به اندازه امروز شیرین و بیادماندنی من اصلا تو خاطرم وجود نداره. شما توجه بکنین، یک قاتل زنجیری که تابلوی یک دولت رو بالای سر خودش داره، سالیان ساله که از عدالت داره فرار میکنه و وقتی فرار میکنه به خانه های امنی میره، به آغوش یک تروریستای بین المللی میره که بر جهان حکومت میکنن. امپریالیسم آمریکا
امپریالیست های اروپایی تصور اینو بکنیم که امروز یک کشوری که به لحاظ جایگاهش توی عدالت سفید پوستی صفر بوده تونسته به همت مبارزات مردمش و کنگره آفریقا و در رأس اونا انسان بزرگواری مثل نلسون مادلا آپارتاید رو پوزش رو به خاک بمالونه و امروز سیاهان آفریقایی ها کشور آفریقای جنوبی نمایندش در برابر جهان وایستاده و از آنچه که روزی اسرائیلی ها فکر میکردن دارن باج میدن به ماندلا و در یک کنفرانس بزرگ ازش پرسیدن در مورد اسرائیل، گفت به اسرائیل صحبت میکنید؟ آفریقای جنوبی آزادیش تکمیل نیست تا زمانی که فلسطین آزاد نشه. و امروز تصویر ماندلا و پرچم آفریقای جنوبی که به وسیله کنگره ملی آفریقا نیروی پشتیبانش طبقه کارگر آفریقا و زحمتکشان آفریقا و نیروهای سیاسی مترقی که پذیرفتن که آپارتاید به نام اونها نباشه، نیروهایی که مجموعاً قبول کردن که باید آفریقای جنوبی آفریقای آفریقایی ها باشه و رنگ سیاه و سفید نیست، رنگ انسانیت هست، در این دادگاه توی لاهه وایستادن و شمردند تمام جنایت های صهیونیستی رو. و من واقعا به تمام نیروهای ترقی خواه و بشر دوست جهان تبریک میگم، همونطوری که در دادگاه برلن در مورد جنایات جمهوری اسلامی رفقای ما در برلن اعلام کردند که هنوز یک قاضی در برلن وجود داره، ما باید اعتراف بکنیم که یک دیوانی وجود داره، یک عدالتی وجود داره که میگردیم در سراسر دنیا دنبال قاتل زنجیره‌ای، دنبال جنایتکارانی که براشون به راحتی آب خوردن انجام جنایت هستش، دادگاهی رو پیدا می‌کنیم و کشوری پیدا میشه که بتونه اسرائیل رو بیاره اینجا. اما یک واقعیت وجود داره این وسط، شاید کمتر کسی بهش توجه می‌کنه. چرا اسرائیل پذیرفت که توی این دادگاه بیاد؟ من میدونن، بسیاری از مردم اسرائیل میدونن که این شبحی که به قول نویسنده ستون نویس گیدون لیوی در هارس نوشته بود و من ترجمهش اونجا گذاشتم، میگه که شبح لاهه در آسمان اسرائیل مثل یک ابری وجود داره و نمیتونین انکارش بکنین. ببینید این چیز اسرائیل سال 1948 پذیرفته که یا اعلام کرده، التماس کرده که باید یه دادگاهی به وجود بیاد، برای اینکه تنها هیتلر نبود که جنایت میکرد، بسیاری کشورها بودن که همدستی میکردن، برای اینکه مسائل واقعی و حقیقت کشتارهای یهودیان روشن بشه اسرائیل التماس کرد که یک همچین مکانیزمی به وجود بیاد و امضا کرده. امروز بر اساس اون امضاست که اسرائیل مجبور شده، چاره‌ای نداشت، به این دادگاه کشیده بشه و بزرگترین وکلا رو هم انتخاب کرده. ولی ما دیدیم وقتی که داشت آفریقای جنوبی صحبت میکرد، وقتی که دادستان داشت صحبت میکرد و اون کارنامه اسرائیل رو میخوند، باور کنید باید برید فیلم ها رو ببینید، افرادی که از طرف اسرائیل اومده بودند که از اسرائیل دفاع کنن
سراشون رو بدون اینکه خودشون متوجه باشن یا شاید متوجه بودن سراشون رو پایین انداخته بودن از شرم. و این خیلی مهمه، این یه فیروزی بزرگ برای بشریته. ما این فیروزی رو باید جشن بگیریم. خود این خب دادگاه در واقع تا حد زیادی تصویر جنایت‌هایی رو که دولت اسرائیل در واقع داره انجام میده، ارتش اسرائیل داره در انجام میده در غزه رو داره چیز میکنه. ما بیش از 23,000 نفر کشته شدن، 23,500 نفر تا الان کشته شدن و نابودی بسیاری از مراکز رو ما دیدیم. شو این خود این شکایت چه چیزهایی رو مطرح کرده؟ 84 صفحه است، 84 صفحه است این گزارش. این گزارش چه چیزی میگه؟ گزارش این شکایت آفریقای جنوبی خیلی ساده است. خلاصه خیلی ساده است. خلاصه‌ش که بخوایم بهتون بگیم اینه که مسئله این نیست که یک جنایتی صورت بگیره و تموم بشه بره پیکارش و بعد بیان دنبال این بگردن ببینیم این جنایت چگونه اتفاق افتاد و محاکمه کنن. مهمترین نکته اینه که همین الان که شکایت شده و این اسناد رو مطرح کردن نشون میده که اکت‌ها و عملهایی وجود داره که این جنایت و این حرکت ادامه داره. بنابراین اولین چیزی که توی این دادگاه مطرحه اینه که باید یه حکمی رو صادر بکنه سریع و بدون چون و چرا آتش بس، نه آتش بس، توقف پیدا بکنه این جنگ، این بمباران ها. و این مهمترین نکته توی اینه، اینجا بحث نمی کنن با اسرائیلیا که بخوان بهشون امکان اینه بدن که آیا شما جنایت جنگی کردین یا مثلا تمام یه ملتی رو نابود کردی. نه، مهم اینه که دیگه بحث این نیست که حتما ارمنی ها رو 2 میلیون بکشید تا بشه مثلا کشیدش پای این که مارک در واقع جنوساید بهش بزنن. جنوساید از لحظه‌ای که شروع میشه و ثابت بشه و اینها آفریقای جنوبی تمام مفاد رو آورده، گفته های مسئولین چند تا وزیر از دولت، اینها دقیقاً بر مبنای شریعت اسلامی، ببخشید میگم اسلامی، شریعت یهودی که مبنای شریعت اسلامی هم هست، در این حال باید اینو ما تاکید بکنیم، تمام این کشتارها رو توجیه میکنه. بنابراین اسرائیل نمیتونه بگه که من خبر نداشتم. رئیس جمهور این کشور، نخست وزیر این کشور با صراحت تمام جزئیات آنچه رو که باید یا وظیفه شونه، از نظر شرعی وظیفه شونه که انجام بدن رو اونجا خودشون گفتن و اینا مبناشون حرفها و مستندات خود اوناست و عملهایی که انجام دادن. یعنی فقط حرفاشون نیست، عملشون. همین الان اگر دوربین رو ببرن توی غزه، مستقیم دایرکت اونایی که باید قضاوت بکنن تمام اکت صهیونیست ها رو خواهند دید. خواهند دید که کودکان رو، زنان رو، غیر نظامیان رو، پایه ها زندگی رو در اونجا، آب رو، برق رو، زمین رو، ساختمون رو، همه رو نابود کرده. بنابراین هیچ تصوری برای فرار اسرائیل از این دادگاه وجود نداره. اگر تمام قدرت های امپریالیستی بیان و بخوان سند بیارن که حماس جنایت کرد، که کرده البته، در 75 سال بعد از تمام این جنایت هایی که شده، یک سری اقدامات معین ضد حقوق بشری و خارج از چارچوب های قوانین جنگ انجام داده، اینا واقعیه، اما همه اینها یک پیش زمینه داره و دادگاه به تمام این موارد رسیدگی میکنه. مطلقا جنایت های صهیونیست ها در اسرائیل رو نمیتونن بگن که اینا دفاع از خوده،
تا حالا اسرائیل تونسته کلاه بذاره با میلیاردها دلار خرج کرده. آره شما گفتید بلد. که الان اولین چیزی که دادگاه میخواد اینه که توقف فوری جنگ در غزه است. اولین چیزی که امریه صادر میکنه و شورای امنیت موظفه که پیش ببره. چون که شورای امنیت دقیقاً همین میخواستم بگم. شورای امنیت همه این مزخرفاتی که این سالها گفته، حقوق بشر دنیا مثلا ورداشته که ما این کار میکنیم و کردن، وقتی که کویت رو عراق اشغال کرده بود لشکر کشیدند، وقتی صحبت از جنوساید توی سربنیسال شد، توی مسائل یوگسلاوی شد لشکر کشیدند. همه این کشورها الان در برابر یک آزمایش و مردم اینجا چشمهای خود خب ما باید مردم رو بهشون فکر کنیم. یعنی ما واردش، یعنی وقتی یه معادلات دیگری رو وارد این موضوع نکن، چون مثلا جنگ کویت و عراق لشکرکشی خب بر پایه بسیاری از ادله های معین امپریالیستی بود و تقسیم مجدد جهان که میخواستن تغییر بدن، یا حتی سربنیستان نابودی یوگسلاوی بود بهانه چیز، یعنی در فاصله اون جنگ این نسخشیات همه این صحبت ها رفیق عزیز، همه این صحبت ها برای اینه که ما یادآوری بکنیم اینها تحت بهانه نرستن ببینن که کویتی ها چی کار کردن که عراق تونسته این جنایت رو انجام بده. نرستن وقتی که اونجایی که ببین اینها دنبال چیز نمیگشتن، اینا اراده کردن مثلا نابود کنن یک کشوری رو، اشغال کنن، بهانه‌ش اونجوری پیدا کردن. ولی یه گاف دادن که از نظر تاریخی امروز مردم فلسطین و صدها، ببین صدها وکیل برجسته بین المللی پشت این قضیه هم که همینا رو تبدیل کردن به یک تناب برای اینکه دست و پای اسرائیل رو ببندن و بیارن بذارن. گفتم این مهمه که به اون جلسه نگاه بکنیم و ببینیم که اسرائیلی ها امروز سرشکسته شدن. نتیجه این دادگاه هرچی باشه باید این جنگ و دولت ها فشار بیارن، چون نمیشه خواهش کرد، باید فشار بیارن و مداخله بکنن و از جیب مردم این همه خرج کردن برای این جنایتایی که توجیه کردن، امروز باید اسرائیل رو وادار بکنن نه اینکه ازش تقاضا بکنن. دقیقاً. یعنی خب ما الان هم شاهد بودیم که نه فقط خود این، الان با شاهد فراخوان بیش از 1000 جنبش سیاسی و اتحادیه‌های کارگری و احزاب چپ بودیم که خواهان در واقع، یعنی از حمایت کردن از خواست آفریقای جنوبی و درخواست از دیوان بین‌المللی دادگستری که علی در رابطه با کنوانسیون نسل‌کشی علیه اسرائیل در واقع بیانیه داده و اقدام کرده و گفته که این چیز نشان دهنده اینه که باید از طریق همین کنوانسیون هایی که مسئله نسل‌کشی و اینها رو داره میکنه، باید فشار قاطع بیاره علیه اسرائیل که نه فقط اونها رو پاسخگو کنه نسبت به اقدامات نسل‌کشیش، بلکه در این حال اول همه بیش از هر چیز متوقف کنه اون خواستی که توی تمام تظاهرات های سراسری که الان در جهان ما شاهدیم شنبه ها دقیقا داره مطرح میشه و این بسیار بسیار مهمه. فضای عمومی چطور بود توی جلو دادگاه؟ آفرین. فضای عمومی چطور؟ فضای عمومی جنم... فضای عمومی دور دادگاه چطور بود؟ فضای عمومی جشن. ببین دوتا اونجا به اصطلاح دو دسته تظاهرات میکردن، یه دسته طرفداران صهیونیست ها و اسرائیل، یعنی حکومت دولت اسرائیل بودن، که شاید مثلا تعدادشون در حدود 100 تا 150 تا. این ور و اونا اجازه داشتن که در نزدیکترین جا به دادگاه تظاهرات خودشون انجام بدن. تظاهرات این طرف، طرفداران آتش پایان جنگ،
مهم اینه طرفداران پایان جنگ، طرفداران مردم غزه به دلیل اینکه مردمی هستن زیر بمباران و ضرورت داره که مداخله صورت بگیره برای پایان دادن به این جنایت، نزدیک به 3000 نفر بودن. پلیس ممکنه هیچ وقت نگه، باید اونجا به نمونه های فیلم هایی که گذاشتن روی انترنت نگاه بکنید و اینا رو از اونجا محاسبه کنید. این نیرو نیرویی بود که تو هر لحظه ای که جریانی میخواست شعار اسلامی بده و تبدیل بکنه به مسئله انسانی موجود رو به یه مسئله دینی، همه بهشون اعتراض میکردن و اونا رو صداشون رو خاموش میکردن و وادارشون میکردن سکوت کنن برن اون بر. اون چه که دیده میشد یک همبستگی بین المللی انسانی بود که بدون هیچ گونه رودربازی فضا فضای چپ، عدالت خواه و ترقی خواه بود. آزادی خواهان و ترقی خواهان و عدالت جویان و سوسیالیست ها امروز در کنار هم بودند و برای من یک افتخاره که امروز شاهد یک همبستگی انسانی در مورد فلسطین بودم و بسیاری از دوستان ایرانی که اومده بودن و با شادی می اومدن با هم صحبت می کردیم بهشون می گفتیم که کو طرفدارای جمهوری اسلامی، حتی یک دونه ما ندیدیم جرأت بکنن بیان، همون جوری که و گفتیم اگر یه دونه بیاد همون بلایی رو سرشون میاریم که توی پاریس سرشون آوردیم، همون بلایی رو که تو برلن رفقای دیگه سرشون آوردن یا تو جاهای دیگه توی آمستردام توی همین دنهاک، بسیار بسیار فضای انقلابی بود، صحبت از انتفاضه بود و انقلاب. توجه بکنید ممنونم. صحبت از انتفاضه و انقلاب، یعنی راه حل انتفاضه و انقلاب، و انتفاضه خصلت مدنی داره. انتفاضه آن چیزی هست که جهان رو پشت مسئله فلسطین آورد و آغاز رشد این سرکوبش، آغاز رشد همین حماس بود. مسئله انتفاضه امروز سر بلند داره میاد بیرون. مردم غزه 20,000 نفر 30,000 نفر کشته شدن. ببین توی زلزله‌ای که به وجود اومده از نظر جهانی، مثل اینه که توی ترکیه 40,000 نفر کشته شدن. متاسفم برای حتی یک دونه، یک قطره خون فلسطینی که از این به بعد بخواد بریزه. اما واقعیت اینه که مردم فلسطین ثابت کردن علارغم تمام این فشاری که روشون هست، کشتاری که ازشون شده، دست از اون مقاومتشون و ایستادنشون توی فلسطین نمی کشن و هستن و دیگه تن به خفت یک نکبت دیگر نخواهند داد. امروز روز پیروزی همه ما فلسطینی ها و طرفداران فلسطینی، و من افتخار می کنم که یک فلسطینی هستم. مرسی رفقا. جعفر و احمد هم اونجا هستم، بیان با حسابات میدم به رفقای دیگه. آره مرسی عزیزم. ما جان تو بشی، من آخرش خلاصه میگم از این چیز کل این داستان. سلام جعفر جان، درود بر تو. درود بر تو. شما چه احساسی دارین از امروز، چه فضایی رو؟ ممنون پیش از هر چی از گزارشاتی که برای تلویزیون فرستادی، خیلی گزارشات خوبیه، ممنونم. شما چگونه دیدین؟ کمترین کاری بود که از ما ساخته بود امروز، همینجوری هم که حماد عزیز گفت، یک روز شاد و تاریخی بود برای ما، یک نقطه عطف. حتی اگر به نتیجه نرسه، حتی اگر دادگاه حکمی صادر نکنه، ما بردیم. ما پیروز شدیم. همینقدر که این مسئله به دادگاه کشیده شد و بحث شد و جهان متوجهی شدن که میشه شاخ غور را شکست، میشه بزرگترین قدرت جهانو که آمریکاست و پشت اسرائیل ایستاده به دادگاه کشید. یک نقطه عطفه. همچون میکنوس یک نقطه عطف بود برای ایران ما، علی رغم اینه که قاتلات دشخیما رو میدونستیم
بعد یه مدتی محاکمه آزاد میکنن میرن، ولی به هر حال ما در اونجا پیروز شدیم، تونستیم جمهوری اسلامی رو به دادگاه بکشیم و این با تلاشی بود که نیروهای آزادی خواه انجام دادن، بخصوص در رابطه با فلسطین که اصلا جهان متحد شده، میلیون ها نفر انسان ریختن خیابون میگن صلح، میلیون ها نفر انسان ریختن خیابون میگن آتش بس، میگن نسل کشی را قطع کنید. شخم زده غزه رو و تخم کین کاشته، میگه پدر کشتی و تخم کین کاشتی، پدر کشته را کی بود آشتی. بچه های امروز میمادن اکثر رو نگاه میکردن، بعد من نمیدونم اونو براتون فرستادم یا نه، ازشون فیلم گرفتم، مثلا این بچه ها بزرگ میشن، اینا بعدن صاحب بچه میشن و همینجور ادامه داره تا وقتی که به سرزمینی که متعلق به خودشونه برگردن. این خلق از سرزمین خود رانده شده، بعد توصیه میکنن که برید یه جای دیگه. کجا برن؟ مگه میشه ملتی سرزمین زندگیشو بل بکنه و بره؟ این متجاوز، این اشغالگری که باید بره بیرون و حتما باید بره. اینه که امروز روز عطف تاریخی بود، هیجانی که توی مردم بود، صحبت هایی که میشد وقتی نماینده های آفریقای جنوبی صحبت میکردن از تلویزیون مدار بسته و فیلم ها و بچه هایی رو که در غزه لته‌پار شدن، خونه هایی که ویران شده، چه هیجانی به چیز دست میداد. و شعارهایی که همینجوری هم حماد گفت، شعار انتفاضه بود، ریولوشن ریولوشن، انقلاب انقلاب، و همه هم صدا بودن، همه در سینه هاشون پر شادی، در چشماشون پر عشق، همه امیدوار به این نقطه عطفی که به هر حال ما تونستیم این دراکولای خون آشام، این صهیونیسم آدم خوار را به دادگاه بکشیم. این یک پیروزی بزرگی برای خلقهای جهان و همچنین در اولویتش خلق از سرزمین خیشرانده شده فلسطین که دلاورانه ایستاده. طرف وقتی گفتم برو، گفت کجا برم؟ نمیرم، همینجا میمونم و کشته میشم. بسیاری از اینها میتونستن برن، میتونستن فرار کنن، ولی موندن تا تاریخی بشن، موندن تا جاودانه بشن و جاودانه شدن. ما برای یک نفرشون هم، برای یک بچه، برای یک چیز همی همان دار تأسف داریم و افسوس میخوریم که برای این 23 هزار نفر، برای 5-6 هزار زن و کودکی که کشته شده، 9 هزار کودکی که دست و پاش از دست داده، کسانی که خانواده دارن، همه ما بی تردید حتی اگر خودمون بچه نداشته باشیم، ازدواج نکرده باشیم یا داشته باشیم، ولی به هر حال بچه تو خانواده دیدیم، بچه خواهر، بچه برادر، بچه قوم و خویشان، میدونیم بچه چقدر عزیزه. میدونیم وقتی یک زنبور یه بچه رو میزنه تو حیات، کل فامیل میریزن بیرون ببینن چه خبره و این بچه رو دورورش رو میگیرن که یه نیشه کوچولو زنبور زدتش. حالا تصور کن، تصور کن همین پدر مادر برن با دستای خودشون این بچه ها رو از زیر خاک بیارن بیرون، این بچه ها رو بگیرن بغلشون ببرن و بعضی رو گم کردن، بچه هاشونه خبری نیست، معلوم نیست چند هزار نفر هنوز زیر آوار مونده، چقدر از بین رفتن، کی اینا رو میخواد در بیاره؟ مهم نیست اونها به جاودانگی خودشون پیوستن بیرون بیان یا نیان، اهمیت نداره. مهم اینه که امروز به نظر من این یک قدم بود، یک قدم بزرگی که تا اینجا برداشته شده و محصولش هم این مقاومت مردم فلسطینن. در اولی تظاهراتی که آمستردام برگزار شد، خوشبختانه از تریبون اعلام شد حماس فلسطین نیست. ما توی این 30 روز، توی این ببخشید 3 ماه تقریبا 90 روز، بارها اکسیون گذاشتیم در میدان دام آمستردام و بارها فریاد زدیم جمهوری اسلامی و حماس فلسطین نیستن. فلسطین خلقی رانده شده از سرزمین خیش که با تمام توانش داره در مقابل این اشغالگری، این نسل کشی، این ویرانی مقاومت میکنه. و قطعا همچنان که یکی از عکسایی که ما امروز اینجا به نمایش گذاشته بودیم، گفته بودیم دیروز ویتنام، امروز غزه، همون عکس ویتنامی بچه‌هایی که لخت و برنده آتیش زدن زدن فرار میکنن، همچنان که ویتنام سرفراز بیرون اومد و پوزه قدرتمندترین ارتش جهان رو به خاک مالید، قطعا غزه هم همین کار رو خواهد کرد، حتی اگر شده به قیمت اینه که 10 نفر ازشون بمونه. این 10 نفر میشه 10 هزار نفر، میشه 100 هزار نفر، میشه 100 میلیون نفر، تردید در این نداره. به هر حال اگر یه خورده شور احساس به ما دست داده، مطمئن باشید حس درونی و واقعیمون هم تاثیر قرار نگرفتیم. این یک عشقه، یک پیروزیه و تا آدم تا تجربهش نکنه همین گفت امروز هم برای من یک روز تاریخی شده، روزی که مون نمیدونیم چقدر دیگه بمونیم، شرایط طوری هر روز احتمال داره به قول معروف
اسرائیل رو نمیدونم عجله ما رو ببره. این روزا برای ما روزایی که از اون جوان بودم. من با جوان شده بودم، همون آدمی که 22 بهمن بودم، یادتون هست همون فریادهایی که مرگ بر شاه، مرگ بر دیکتاتوری، امروز مرگ بر صهیونیسم، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر جنگ افروز، مرگ بر اشغالگر، اینا رو با همون شور حسای جوانی ما فریاد زدیم و مطمئنیم که به نتیجه میرسه. زنده باشید، از اینه که شما پیگیری میکنید. احمد هم اینجاست، من جامو میدم به احمد عزیز و از خدمتتون درخواست میشم. درود بر تو احمد جان. درود بر تو احمد جان. امیدوارم خوب باشی. رفقا به مسائل مختلفی اشاره کردم، من به چند تا فکت اشاره میکنم برای اینکه این اشتباهات به وجود نیاد. ببینید اون دادگاه بین‌المللی لاهه، اسم اصلیش دیوان بین‌المللی عدالت جهانیه که خلاصش میشه ICJ International Court Justice. اون یکی دادگاه کیفری جهانی ICC International Criminal Court هست، اون برای افراد فردی شکایت میکنن توی اون دادگاه کیفری جهانی. ولی این بین دوتا کشوره، یعنی کشور آفریقای جنوبی با کشور اسرائیل اختلاف نظر دارن سر اینکه قتل عام صورت گرفته، جنوساید صورت گرفته یا نه. سر این اختلاف دارن، پس دادگاه در حقیقت دیوان بین‌المللی عدالت جهانی بهش رسیدگی میکنه که 15 تا قاضی داره و رئیس اونام الان یه آمریکایی هست. در هر حال اگر این دادگاه حکم بده ممکنه 2 سال بیشتر طول بکشه و تحقیقاتش اینا 2 سال بیشتر طول بکشه. به همین دلیل آفریقای جنوبی هدفش اینه که از امروز جنگ متوقف بشه، جنایت متوقف بشه تا اینکه تحقیق ادامه پیدا بکنه. بعدش حالا ممکنه 2 سال دیگه اینا حکم بدن، منتها اگر این دادگاه حکم بده یه دادگاهی بالاتر از این نیست که دوباره تو نمیدونم به دادگاه عالی تر بخوای شکایت کنی و اینجور چیزا دیگه وجود نداره. یعنی حکم این دادگاه حکم قطعی، نقطه تمام، دادگاه دیگری پشت سرش نیست. از اون نظر مشکل اسرائیل دقیقا اینه که اگر این دادگاه اسرائیل رو محکوم کنه، و حکم این دادگاه اینجوری نیستش که حتما باید همه جهان متحد بشن اسرائیل رو وادار کنن که گوش کنه، میتونه گوش نکنه، ولی اگه گوش نکنه بزرگترین افتضاح تاریخیه برای اینکه اسرائیل دادگاهی رو که خودش امضا کرده قبول داره، حکم همون دادگاه رو اجرا نمیکنه. این از این نظر یک حادثه مهم جهانیه. در هر حال مهمترین مسئله اینه که این جنگ فوری به اسرائیل متوقف بشه و جنایتی که الان در غزه اتفاق میفته، حتی در بزرگترین نابغه نقاشی جهان پیکاسو، اون نقاشی معروف گرونیکا رو که کشیده قتل عامی که اون زمان در جنگ جهانی دوم تو اسپانیا در گرونیکا شده، اونجا به اصطلاح تصویر زنده شد، دقیقاً همونه. این تصویر آره دقیقاً زنگ کلیساها رو به صدا در آوردن، گفتن جنایت چلان شده خیلی بدتر از اون زمانه. یعنی این جنایتی که الان داره اتفاق میفته، مسئله مهم اینه که در نهایت تأسف واقعیت من با بخشی از هموطنان ارجمندمون مشکل دارم، اون اینه که به اصطلاح چنین جنایتی رو در مقابلش مخالفت نمی کنند، برای اینکه میگن ممکنه مثلا جمهوری اسلامی هم سوء استفاده بکنه. ما باید بر علیه جنایت در هر نقطه جهان اعتراض کنیم. جنایت کردن فقط تو ایران بد نیست، جنایت کردن تو غزه هم بده، جنایت کردن تو آفریقا هم بده، در هر نقطه جهان بده. به همین دلیل که حقوق بشر اسمش هست، حقوق بشر به محل تولد انسان ها ربطی نداره. ما باید از حقوق بشر در تمام دنیا دفاع کنیم. کسی که این کار رو نمی کنه مطلقا یک انسان انقلابی نمیتونه باشه، برای اینکه انسان انقلابی هدفش از بین بردن ریشه جنایته، ریشه نابودی حقوق بشره. به همین دلیل ما باید از حقوق بشر در هر کجا بدون کوچکترین اما و اگر دفاع کنیم. در هر حال امروز روز بزرگیه برای تمام انسان ها. اگر این دادگاه
به محکومیت اسرائیل بده شاید بزرگترین حادثه موفق و زیبای سال 2004 باشه، که امیدواریم چنین باشه. انسان‌ها این همه زیر بمباران‌های وحشتناکی که در تاریخ بشریت سابقه نداشته، در تاریخ بشریت سابقه نداشته، این همه خونه‌های انسان‌های بیگناه و غیر نظامی بمباران بشه به بهانه پیدا کردن یک تروریست، در حالی که تروریسم دولتی تروریسمی است بزرگتر از تروریسم فردی. به قول هواردزین میگه چگونه میتوان با تروریسم جنگ کرد در حالی که جنگ خودش بزرگترین تروریسمه. پس اگر ما میخوایم ریشه های تروریسم از بین بره، باید عدالت رو اجرا کنیم، باید حقوق بشر رو مراعات کنیم. اگر حقوق بشر فلسطینی ها مراعات بشه، تروریسمی باقی نمیمونه. به این دلیل ما باید از این دادگاه حمایت کنیم و از حقوق بشر در هر کجا دفاع کنیم. ممنونم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید. امیدوارم که امسال سال خوبی برای مبارزان ایرانی و فلسطینی و تمام ملت‌های مظلوم جهان باشه. درود بر هر سه شما عزیزان، حماد و جعفر و احمد، و امید که شاهد پیروزی جنبش فلسطین و خلق فلسطین باشیم. از هر سه تو ممنون و سپاس از تو، و امیدوارم که فردا هم بتونیم با هم صحبت بکنیم، برای اینکه امروز روز اول جشنه و فردا روز ما، فردا هم روز ماست. عالی بودن جلوی خود محوطه دادگاه رو، چون ما نتونست بریم فردا، ولی قطمانا جلوی خود محوطه دادگاه باشه. بذار من یه کلمه بگم، میبخشید. این پلیس هلند به اصطلاح کلکی که زد، امروز گفتن که فقط اسرائیلی‌ها میتونن برن جلوی در اصلی دادگاه لاهه. ماها رو گفتن 150 متر اونورتر باید باشیم. عملا پلیس و لباس شخصی های پلیس در لباس به اصطلاح تظاهرات کننده ها تظاهرات رو بردن 2 کیلومتر اونورتر به جای 150 متر که به عده زیادی، همانطوری که اماد گفت، بیش از 3000 نفر بودن تو خیابون‌های اطراف پراکنده بودن، همه نمی‌دونستن چی کار کنن، برای اینکه هر کسی این گروه رو به یه جای می‌کشید، تا اینکه بالاخره همه برگشتند و در یه نقطه خوشبختانه در نزدیکی دادگاه لاهه جمع شدن، و اونم خودش یه پیروزی بود که بالاخره تظاهرات کننده هم برگشتن در نزدیک دادگاه لاهه به تظاهراتشون ادامه دادن. ولی این کار پلیس هلند باور کردنی نبود، که حتی به ما اجازه نمیدن. احمد جان، باور کردنی تمام رسانه های جهان، تمام دولت های غربی، همه و همه رفتن پشت این جنوساید، پشت این نسل. درست، همه مهمه. ظاهرا میگن که زیاد مردم عادی رو نکشید، همشون دارن اسلحه میدن، همشون کشتی‌های جنگیشون رو فرستادن، همشون پول دادن به اسرائیل که بکشه. تمام داستان رسوای این سیاست نئولیبرالی که به نام حقوق بشر، جنگ بزرگ توی اوکراین، جنگ بزرگ توی یمن، جنگ بزرگ توی عراق و سوریه و یمن، لیبی و اینها سازمان دادن، امروز در فلسطین دارن انجام میدن. اینجاست که تمایز خیابان از کاخها در واقع روشن میشه. خیابان علیه کاخ، ما طرفداری هستیم. یعنی اینجا به قول شما روشن شدن صفبندی های جهانه، جهانی که برای صلح به قول شما علیه تروریسم دولتی و انواع اشکال تروریسم دولتی و تروریسم داره میجنگه، جهانی که میخواد برای صلح، برابری، آزادی، جهانی بدون تبعیض بتونه انجام بده. آخرین جمله جونم، میبخشی، آخرین جمله هم یه چیزی میخوام بگم در تایید حرفای شما. ببینید، اوری روزنتال وزیر امور خارجه سابق هلنده، این گفت که وقتی که راجع به جنایت صحبت میشه، به اصطلاح طرفداران فلسطین میخوان تاریخ جنایت ها رو پیش بکشند. شما به حرف هوشمندانه این و ناعادلانه این گوش کنید. میگه من هرگز به این بحث نمیرم، برای اینکه اگه بریم به تاریخ جنایت ها، آخرش میبینی سر از درون سراشیبی، سر از جای در میاری که مجبوری اسرائیل رو محکوم کنی به جای فلسطین. بنابراین میگه من با تاریخ جنایت ها کار ندارم، شما باید این جنایتی رو که از 7 اکتبر شروع شده، از 7 اکتبر شروع کنید به محکوم کردن. یعنی این اینقدر آگاهانه میگه که فقط 7 اکتبر مهمه.
در اون 70 سال اصلا مهم نیست، ما سر اون میگه حرف نمیزنیم. اینو علنا توی تلویزیون وزیر امور خارجه سابق هلند میدونم. دقیقاً دقیقاً. درود بر شما، ممنونم، تا فردا سلامت باشید. خیلی ممنون که با ما هستی، مثل اینه که اینجا. آره والله خیلی خوب، خیلی خوب. من متاسفانه یک دونه از این رسانه های بزرگ رو ندیدم که توی اینجا بیان، این رسانه های فارسی زبان. نه اونا خوب درست ما ندیدیم، اونا در تلاویف جا دارن نه در اینجا. قربانتون برم، شاد و سلامت باشید. Side of the story and their case and rebuttal of the petition made by good Israel. Let's join Thomas McManus, Director of International State Crime Initiative at Queen Mary University, joins us from London. Thank you for being so patient. I know it's been a very long process this morning, and we've been dipping in and out of your comments as we've gone. I wouldn't mind getting an overview of Free Palestine! From the river to the sea! Palestine will be free! From the river to the sea! And Dutch complicity! And Dutch complicity! Free Palestine! From the sea to the river! Palestine will live forever! در همین جام عکسایی رو به نمایش گذاشتیم که در اکسیون‌های کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران هلند هم به نمایش گذاشته بودیم قبلاً. امروز هم آوردیم اینجا در کنار همین اکسیونی که ملت جمع شدن برای رسیدگی به جنایات صهیونیست در غزه، عکسایی که مورد توجه خیلی ها قرار گرفته. اینجا می‌بینید حتی عروسک هایی رو آوردن گذاشتن کنار عکس های ما که تماما حکایت از جنایت ها و کودک کشی صهیونیسم در غزه است. عکس های گویا که بدون هیچ توضیحی سخن میگویند. بله این کودک، همین بچه اومده خیره شده به عکس این بچه های دیگه. اینها بزرگ خواهند شد و فراموش نمی کنند جنایت صهیونیسم در غزه. ببینم میتونم صورتش یه خورده بگیرم چجوری نگاه میکنه، با چه حسرتی داره عکس ها رو نگاه میکنه این بچه فلسطینی. این هم صحنه هایی از تجمعی که اینجا هستن. دادگاه همچنان زنده داره از تلویزیون مدار بخش پخش میشه. در اونجا اون تلویزیونی که میبینید، در اون قسمت دورتر هم انگار صهیونیست‌ها اومدن تجمع کردن که اعتراض کنن به این شکایت و این دادگاه. امروز 9 ژانویه در کنار ساختمان دادگاه کیفری لاهه در دنهاخ یا همون لاهه نیروی زیادی تجمع کردند. از تلویزیونی که مدار بسته اینجا گذاشتن جلسه دادگاه داره نمایش داده میشه که به شکایت آفریقای جنوبی برای دستکشی غزه رسیدگی کنند. خود ساختمان پشت این درخت هاست که اون برجاش معلومه، اون دوتا برجی که هنوز pending the determination of the merits of the issues raised by the application. End of quote.
The registrar will now read out the passage from the request specifying the provisional measures which the government of South Africa is asking the court to indicate. You have the floor, Mr. Registrar. Thank you, Madam President. I quote, 1. The State of Israel shall immediately suspend its military operations in and against Gaza. 2. The State of Israel shall ensure that the regular armed units which may be directed, supported or influenced by it, as well as any organizations and persons which may be subject to its control, direction and influence. جلسه دادگاهی که از تلویزیون مدار بسته داره پخش میشه. 3. The Republic of South Africa and the State of Israel shall each, in accordance with their obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in relation to the Palestinian people, take all reasonable measures within their power to prevent genocide. 4. The State of Israel shall, in accordance with its obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, in relation to the Palestinian people as a